چطور توی زندگی خودمون موفق باشیم. مهم نیست شما کی هستین، اهل کجایین، چند سالتونه و شغلتون چیه. چیزی که قطعاً میخواین موفقیته. همه آدما در همه مراحل زندگیشون به دنبال موفقیت میگردن. اما چطور میشه بهش دست پیدا کرد؟ همراهان صفحه 333 سلام، خوش اومدین به یه ویدئوی دیگه. اینجا قراره ویدئوهای جذاب و لاکچری ببینید و درباره موضوعات جدید کلی چیز یاد بگیرید. لطفاً اگر ویدئوهای ما براتون جذابه اونا رو لایک کنید و کانال ما رو با سابسکرایب کردن و زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدئوهای جدیدمون باهاتون به اشتراک گذاشته بشن. موفقیت از دید شما. برای اینکه به موفقیت برسید، اول باید بدونید موفقیت برای شما در چی تعریف میشه. دیدگاه هر کس نسبت به این مسئله متفاوته. کسی ممکنه موفقیت رو در یک ازدواج موفق بدونه، کس دیگه ای موفقیت رو در داشتن شغل خوب بدونه، کس دیگه ای وقتی درس میخونه احساس موفق بودن داره و دیگری وقتی پول به دست میاره. شما چی؟ میدونین چی بهتون حس موفق بودن میده؟ برنامه ریزی. قطعاً نمیشه اساس ثابتی برای موفقیت بیان کرد، اما چند مورد هست که میتونه در مورد هر هدفی که دارین تا احساس کنین آدم موفقی هستین بهتون کمک کنه. موفقیت نمیتونه بر اساس شانس باشه. وقتی شما در مسیرش قدم بردارید، کائنات هم به شما کمک میکنن. موفقیت برنامه ریزی میخواد. اگر میخواین تو کارتون، توی زندگی شخصیتون یا تحصیلتون موفق بشید، بهتره برای روزها، هفته‌ها و ماهاتون برنامه ریزی کنید و کاملا مصمم قدم بردارید. ایرادی نداره اگر گاهی خسته بشید، اما نباید اجازه بدید که از هدفتون دور بشید. تجسم موفقیت. ذهن هر چیزی رو که بتونه باور کنه به دست میاره و این مسئله ای انکار نشدنیه. اگر میخواین موفق شین، باید فرق رویا پردازی و تجسم رو بدونید و رویاهاتون رو مجسم کنید. ممکنه شما درباره خیلی موضوعات رویا پردازی کرده باشین، اما در اون زمینه به موفقیت نرسیده باشید. چرا؟ چون رویا پردازی با واقعیت ارتباطی نداره. اما تجسم خلاق هست که به شما جهت میده و توی مسیری که هستید بهتون کمک میکنه. برعکس رویا پردازی که فقط شما رو از هدفتون دورتر میکنه. نباید از هیچ تلاشی برای رسیدن به اهدافتون دست بکشید. عمل کنید. رویا پردازی رو کنار بذارید و عمل کنید. افراد موفق علاوه بر مطالعه درباره حیطه‌ای که میخوان، عمل میکنن. به سمت هدفهاشون قدم برمیدارن و در نهایت موفق میشن. به جای اینکه منتظر بمونید تا زمان درستش فرا برسه، از همین حالا اقدام به حرکت کنید و منتظر معجزه نباشید. متاسفانه کسایی که افراد موفق رو از بیرون میبینن، این قسمت رو نادیده میگیرن. هیچ موفقیتی با شانس و اتفاقی پیش نمیاد. پس بهتره به جای این حرف ها دست به حرکت بزنید. جسارت. اگر به دنبال موفقیت میدوین، باید جسارت افتادن هم داشته باشید. این یکی از اصلی ترین ویژگی های افراد موفقه. اگر درونتون یک من سرزنشگر دارید، اون رو نادیده بگیرید. مهم نیست در گذشته چه خطاهایی کردین. به جای سرزنش کردن خودتون که باعث کمبود اعتماد به نفستون و در نتیجه جسارتتون میشه، بهتره که ازش درس بگیرید. خودتون رو باور داشته باشید و به خودتون بگید که میتونید. شاید باورتون نشه، اما باورهای مثبت شما خیلی بهتون کمک میکنن که انسان جسور و با اعتماد به نفسی باشید. همیشه درباره کسی که میخواین باشین فکر کنید و تصورش رو توی ذهنتون داشته باشید. این بهتون انگیزه بیشتری برای دنبال کردن خواسته هاتون میده. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. شما برای موفق شدن چی کار میکنین؟ به نظرتون قدم هایی که گفته شد میتونه براتون مؤثر باشه؟ پیشنهاد شما چیه؟ خوشحال میشم نظر خودتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید، لطفاً لایکش کنید و ویدیوهای دیگه‌مون رو با عنوان اسرار ذهن ثروتمندان چیست حتماً تماشا کنید. فراموش نکنید کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.